خود آقایان اهل سنت ایشون رو از اتباع بنی امیه و ناسبی میدانند. در شبکه المستقله یک مناظره‌ای و گفتگوی داشت آقای ملازاده با یکی از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی، حسن بن فرهان مالکی. من نمیدونم اتاق فرمان اگر تو آرشیو داشته باشن بتونن یکی دو دقیقه این رو بتونن پخش کنن. خود آقای حسن بن فرهان مالکی، یک سنی شیعه هم نیست، گفت آقا ملازاده از اتباع بنی امیه هست و ناسبی هست و احمق و شعور ندارد، حتی وضع عربستان سعودی را هم به هم زده، ایشون تفرقه ایجاد کرده. و جالب اینه، گفت ایشون قیافه زشت و قبیحی داره، خدا چون قلبش قبیح زشته، قیافش هم خدای عالم زشت قرار داده. تا خلاصه مردم بدانن این قیافه وقیح و زشت ایشون نشانگر اون سیرت وقیح. من از اتاق فرمان درخواست می‌کنم اگه بتونن اینو پیدا کنن تو فواصل برنامه این فول پیدا کردید ممنونین، اگه پخش کنید که خیلی بله. متشکرم و تشکر می‌کنم که اینقدر زود میتونید اینا رو فراهم کنید. مات من حقي ان اقول انه نصب، نعم نعيدها جذعه ناصبي ومن اتباع بني اميه ومن الذين ورثوا هذا النصب، واصلا من شكله، من شكله تعرف ان ما في قلبه خير من الشكل فقط. الله لم يصور صورته الا لعلم، الا لعلم بان باطنه كل من خالف ذلك يستحيل. هذا مكان اصولي اولا ولا نقاط واحد يعني بس بالله تامل اليه، والله ما قبح الله صورته الا لقبح في قلب. انما انت رجل غبي احمق مرفوع عنك القلم، ولذلك ما اظن الله سيحاسبك على ان هذا الاحقاد، انت مليء بالاحقاد. الان يقول التاريخ هو اول من يفتش التاريخ. انا اتفقت مع الاخ مع الاخوان على مساله المبادئ العامه للقران، امثال هؤلاء الناس هم الذين فرقوا المجتمع السعودي.